9 اکتبر 2006 گوینده خبر تلویزیون حکومتی کره شمالی با همون لحن حماسی و غلوآمیزش از اولین آزمایش زیرزمینی موفق بمب اتمی ساخت کره شمالی خبر میده. و تنها ساعتی بعد هم مرکز لرزنگاری کره جنوبی تکانه‌های نامتعارف ناشی از وقوع این انفجار رو تایید میکنه. شورای امنیت سازمان ملل 5 روز بعد از این آزمایش با تصویب قطعنامه 17-18 واکنش بسیار شدید در مقابل کره شمالی نشون میده و مجموعه ای از تحریم‌های مالی و اقتصادی و تسلیحاتی رو به تصویب میرسونه. این همه در حالیه که جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در خلال سال‌های 1994 تا 2000، یعنی در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، به عنوان سفیر صلح آمریکا و کره شمالی حتی به پیونگ‌یانگ رفته بود و مدعی شده بود که با توافقی که با رهبر کره شمالی کرده، موضوع برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی کاملاً منتفی شده. اما وقتی جورج بوش در اولین سخنرانی سالانه خود در کنگره بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر ایران و عراق و کره شمالی رو محور شرارت نامید، کره شمالی که پنهانی از عبدالقادر خان سانتریفیوژ خریداری کرده بود و برنامه تولید بمب خودش رو کلید زده بود، حالا وارد فاز جدیدی شده بود. خیلی شبیه ایران نیست؟ بگذاریم. 26 فروردین 1403 پیامد حمله ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل مسئولان رژیم رو به یک نکته واقف کرده که هیولایی که از قدرت موشکی خودشون برای منطقه ساخته بودند پوشالی از آب در اومده. کرمی قدوسی نماینده تندروی مجلس زمان اولین آزمایش رو، البته بدون قید کلمه هسته‌ای، در صورت اذن رهبری فقط یک هفته اعلام میکنه. رئیسی سفری معنادار به پاکستان، یعنی تنها کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته‌ای، میره و در رویدادی کم سابقه یه هیئت از کره شمالی به ریاست وزیر تجارت بین‌المللی این کشور راهی تهران میشه. برآورد دستگاه‌های امنیتی کره جنوبی درباره احتمال همکاری تسلیحاتی تهران و مسکو و پیونگ‌یانگ در پی همین سفر آخر هشدار میده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در یک مصاحبه برای اولین بار اعلام می‌کنه که زمان گریز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از چند ماه به چند هفته تقلیل پیدا کرده. یه بار دیگه شواهد بذاریم کنار هم. توییت کریمی قدوسی، اعلام زمان گریز چند هفته‌ای از سوی آژانس، سفر هیئت کره شمالی به تهران و سفر رئیسی به تنها کشور مسلمان دارای بمب هسته‌ای و شکست بازدارندگی موشکی رژیم نگران کننده است و البته به قدری غیر شفاف که هیچ نتیجه روشنی نمیشه گرفت، به جز اینکه جمهوری اسلامی در پله‌ای از حیات سیاسی خود ایستاده که برای بقا حاضر به دست دادن به هر ریسکی از جمله انجام آزمایش صفر هم هست. آزمایشی که به گفته کارشناسان اگر حملات خرابکارانه منتسب به اسرائیل به سایت پارچین تو خرداد 1401 رخ نمیداد، احتمالاً پیش از این انجام شده بود. شکریا برادوست، کارشناس امنیت بین‌الملل از واشنگتن در انتظارمونه تا موضوع رو به اتفاق او دیکود کنیم. شکریا خیلی خوش اومدی. گریز هسته‌ای ایران بالاخره یه هفته، سه هفته، 6 ماه، فاصله واقعی جمهوری اسلامی با بمب هسته‌ای چقدره و چرا این عدد در اظهار نظرهای مختلف تغییر میکنه؟ به نظر من اگه همون سناریویی رو، همون تصویر رو که تو گفتی در موردش سفر رئیسی و اینکه آخری حمله موشکی جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، من چیزی که میتونم ببینم از این سفر، از این نمایش ها، از اینکه مثلا خبرنگار CNN رو بردن و موشک های جمهوری اسلامی رو نشون میدن، موشک هایی که میدونیم خود در روسیه در یک شامی که سفارت ایران داشته کاملا یک پریزنتیشن یا یک سمیناری برای روس ها گذاشتن که چه موشک هایی استفاده شده و توان موشکیشون چه، اطلاعاتی نیست که جدید باشه برای بیننده. حالا میخوان یک پیامی بدن. به نظر من چیزی که من میتونم بتونم بخونم از این آمد و رفتن ها و از اون رفتار جمهوری اسلامی و از این پیام هایی که هست، به نظر من پیامش اینه که جمهوری اسلامی میخواد با غرب وارد مذاکره بشه. و چرا داره این کار میکنه؟ صحبتهای مثلا بریتانیا رو، وزیر خارجه بریتانیا رو در نظر بگیرید، میخوان سن نزدیک شده بودن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن بریتانیا، اروپا. با این
عمل دارن. خب چیزی که بریتانیا میگه، میگه اگه سفارت در لیست قرار بدن برای مذاکرات، برای حرف زدن در مورد برنامه هسته ایران، هیچ راهی وجود نداره، پس مجبوریم سفارت در لیست قرار ندیم. چیزی که اگه اشتباه نکنم در برنامه شما در موردش توضیح داده بودم در برنامه قبلی، که به خاطر این سفارت در لیست قرار نمیدن اروپا و بریتانیا، چون که سفارت تمام قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست داره، دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی. برای همین هم هست بریتانیا امروز این حرفا میزنه. وقتی که تحت فشار باشه، چیزی که جمهوری اسلامی از روز اول از پرونده هسته‌ایش استفاده کرده، به عنوان کارت فشار برای اینکه طرف غربی رو قانع کنه که بیاد باهاش مذاکره کنه، میگم به نیویورک اومد برای در مورد موضوع فلسطین هم حرف بزنه. من اون روز هم خب برای یک تحلیلگر ریسکه که بگه اینجوری، ولی ریسکو کردم، گفتم احتمالش خیلی زیاده که الان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مورد توافقات با آمریکا میان صحبت کنم. امیر عبداللهیان برای این موضوع اومده، بعدم لیب خود جمهوری اسلامی که از روزنامه شرقشون از منابع خودشون گفتن که بله تلاش هایی شده که بخوان توافقاتی صورت بگیره. برای همینم هم هست چیزی که جمهوری اسلامی الان داره میبینه و چرا باید این کارو بکنه، چون که فراموش نکنیم اگه ایران بخواد اعلام بمب هسته‌ای رو به دست بیاره بسازه، کشوری مثل عربستان 100% راه چنین بمبی خواهد رفت، اسرائیل که داره، پس بازدارندگی که رژیم دنبالشه برای اینکه از خودش حمایت کنه، حفظ نظام باشه، با بمب اتمی به دست نمیاد.